سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه توی برنامه امروز میخواستم در مورد فایت مایک تایسون و جیک پال صحبت کنم فایتی که خبرش دو هفته پیش اومد بیرون و خیلی رو شکه کرد منم واقعا وقتی این خبر رو شنیدم نمیدونستم شوخیه یا جدیه ولی خب یه روز سب کردم و دیدم متاسفانه جدیه جدیه مایک تایسون و جیک پال قراره 20 جولای که اگر بخوایم از امروز حساب کنیم میشه چهار ماه دیگه قراره توی تگزاس با هم دیگه مبارزه کنه توی مبارزه بوکس قهرمان سابق سنگین وزن بوکس دنیا مایک دایسون یک اسطوره واقعی یکی از دیدنی ترین و خطرناک ترین تاریخ قراره با جک پال مبارزه کنه که شاید در حال حاضر یکی از منفورترین چهره ها باشه توی دنیای رزمی یعنی اگر شما برین از طرفدارای واقعی ورزش MMA سوال کنین یا برین از طرفدارای واقعی ورزش بکس سوال کنین نظرتون در مورد جیک پال چیه مطمئنم خیلی دوست دارن ببینن مقابل یه بکسور درست و حسابی مبارزه کنه و یه جورایی ببازه چون که تا به امروز جیک پال فقط رفته حریفاشو خودش انتخاب کرده کسایی رو انتخاب کرده که از اوجشون خیلی فاصله گرفتن و کسایی رو انتخاب کرده که اصلا بکسور نیستن مثلا با بسکتبالیستا مبارزه میکنه یا با ام که کشتیشون مثلا خوبه مبارزه میکنه با بکسورای واقعی مبارزه نمیکنه بعد ادعای بکساری هم داره ادعاش میشه آخه میگه من میخوام برم کانلو با کانلو آلوارز مبارزه کنم من میخوام یه زمانی قهرمان بکس دنیا بشم بعد میره مثلا با می... میاد میاد با مایک تایسون ست میکنه مایک تایسون 57 سالشه اون تاریخی که قراره با جیک پال مبارزه کنه مایک تایسون 58 ساله شده و جیک پال 27 ساله و این چیزیه که خیلی ها رو شاکی کرده حالا بعد ریاکشن ها هم نگاه میکنیم و خیلیا مثلا میگن آقا تو که اینقدر ادعات میشه میگه من یه فایتر واقعیم من حالا من بوکسورم، چون که ببینید جیک پال حالا اونایی که میدونن حالا جیک پال کیه و چی کاره است حالا دیگه لازم نیست من اینجا بیام بگم ولی حالا اونایی که نمیدونن یوتیوبره یه اینفلوئنسر توی فضای مجازی و چیزی که جیک پال توش خوبه اینه که بیاد توجه ها رو به خودش جلب کنه متوجه این حالا خیلی ها میتونن یه کار قشنگی انجام بدن با اونجوری توجه ها رو به خودشون جلب کنن ولی جیک پال با جلف بازی و مسخره بازی و نمیدونم همچین کارایی میاد توجه ها رو به خودش جلب میکنه الان مثلا میبینی چه سر و صدایی شده این یکی از اون چیزهایی که جیک پال توش عالیه والا آدم بیاد تشویقش کنه یا هرچی تو این کار خوبه تا دو هفته پیش ببینین نزدیک یه ماه پیش رفت با یکی دیگه مبارزه داشت جیک پال بلند یه پسری بود فامیلی بلند بود حالا بعدا اونم نگاه میکنیم رکورداشون هم نگاه میکنیم ولی اصلا هیچکی در موردش صحبت نکرد اون کیه اصلا کسی جیک پال رو تحویل نمیگیره ولی الان به محض اینکه قرار با مایک تایسون مبارزه کنه همه دنیا دارن در موردش صحبت میکنن و این چیزی که من اینجا داشتم میگفتم یعنی بلد چجوری توجه ها رو به خودش جلب کنه شرم و حیات توی این بشر نیست شرم و حیا نداره آقا حالا کامل بیشترم در موردش صحبت میکنم ولی خب تا جایی که یادم نرفته بچه ها. من میخواستم توی این ویدیو در مورد جیک پال و مایک تایسون صحبت کنم البته خب در مورد چیزای دیگه هم میخواستم صحبت کنم خب میدونیم ما دیروز یه نظرسنجی اینجا انجام دادیم و چند تا موضوع اینجا نوشتم و میشه گفت فایت جیک پال و مایک تایسون که گفتن در مورد چی صحبت کنم هزار نفر رای دادن و با یونانیمس دسیژن مایک تایسون و جیک پال بردن که همه هم میدونیم با خاطر جیک پال نبوده با خاطر مایک تایسون بوده جیک پال چیه امیدوارم مایک تایسون بگیره بد ناکوتش کنه چیزی که واقعا از ته دل امیدوارم و مطمئنا همه امیدوارن من نمیگم میاد میزن ولی چیزی که واقعا امیدوارم به هر حال ببین بچا من توی این ویدیو شاید یه مقدار کوتاه در مورد کاوینگتون و گری هم صحبت کنم ولی حمزه چیمای و کانر رو اینا اینا مپرسایی هستند که ویدیوی سوا میخوان ویدیوی خاص خودشون رو میخوان حالا ایشالا در آینده در مورد اینا هم صحبت میکنم ولی امروز فقط در مورد مایک و جیک پال و بعد از اونم هم میخواستم به چند تا از های شما جواب بدم حالا شاید یه مقدار در مورد و گری چون که فکر نمیکنم یه ویدیو لازم داشته باشین فقط آخر این ویدیو در موردشون صحبت میکنم این مقدمه بود بچه و راستی بچه سال نو مبارک آقا اصلا من حواسم پرته سال نو همگی مبارک سالی سرشار از موفقیت سلامتی و پیروزی و تندرستی واسه همه تون آرزو دارم بچه سال خیلی خوبی واسه آرزو دارم دمتون گرم که توی این سالی که گذشت حمایت کردین از ما با ها و کامنت که زیر ویدیو گذشتین و انرژی مثبتی که دادین امیدوارم که بتونم توی این سال جدید ویدیوهای بهتری بدم بیرون و چیزهای جدیدی حالا اطلاعات جدیدی بهتون برسونم دمتون گرم اگرم هنوز سابسکرایب نکردین دمتون واقعا گرم بچه ها. لایک و سابسکرایب یادتون نره دمتون واقعا خب بچه ها دیگه بیشتر سرتون رو در نیارم بریم ادامه بدیم چیزی که داشتم میگفتم این جیک پول لعنتی اینش خوبه شما میخواین هر چیزی در مورد این بگیم که واقعا هم متوجه هستم من بعضی جا میگفتم اوکی این الان داره من یکم قانه میکنه که مثلا یکم فایتره ولی خب بازم دوباره میره از این کارهای کارایی انجام میده که واقعا میره رو مخ آدم خب اگر تو میخوای یه فایتر واقعی باشی اگر تو میخوای بقیه تو رو به عنوان یه بکسور درست حسابی ببینن برو با یه بکسور درست حسابی مبارزه کن هم سن و سال خودت یکی که بقیه بشناسن نه اینکه با کسایی مبارزه کن که اصلا هیچکی یا, یا اینکه اصلا کسی نمیشناسه اینا رو فقط میره کسایی انگوش میزاره روشون که میتونه بزنه یا اینکه مثلا میره با ام ام کارایی که بازنشسته شده مثلا مبارزه میکنه یا مثلا مایک تایسون 58 ساله بعدش هم میاد اینجا ادعای بوکسوری اینو میکنه به خاطر همینه که میره رو مخ آدم تنها بوکسوری که با این آقا مبارزه کرده مثلا بخوام بگیم بوکسور بوده که اونم به زور من بوکسور نمیبینم داش کوچیکه تایسون فیوری بوده تامی فیوری الان میگم الان خیلی میگم مزر چی میگی او خانواده بکسوره خب با کی مبارزه کرده اون با کی مبارزه کرد اون هم همه داره با یوتیوبر و اینا مبارزه میکنه دیگه اگر اون هم بکسور درست حسایی بود میرفت با بکسور های درست حسابی مبارزه میکرد اون هم الان بعد از فایتش با جیک پال هم دیگه بازنشسته شد شاید دوباره دیگه سال دیگه برگرده با همین جیک پال دوباره مبارزه کنه یه چیز مسخره اصلا ارزش صحبت کردن ندارن ولی خب متاسفانه چون که بلده کاری کنه که من با, با وجود اینکه واقعا از ته دل نمیخوام در مورد جک صحبت کنم واقعا حالا اومد چند دفعه از ایران حمایت کرد مردم ایران حمایت کرد اون چیزاش به کنار دمش گرم ولی خوشم نمیاد از, کارایی که میکنه و اینا اصلا شرم و حیا توی این بشر نیست واقعا دمت گرم اونجا اومدی حمایت کردی ولی آقا یعنی من چیزی من قانع نکردم، من به عنوان یه فایتر نمیبینم کارهایی هم که انجام میده اصلا یه جوریه که اصلا بهش میخوره واسه من یه آدم آدم نچسب واقعا یعنی چیزاشو که نگاه میکنم عکسایی که میذاره بالا کارایی که میکنه بعضی وقتا فقط میره رو مخ من فقط من اذیتم میکنه به هر با وجود این اینکه نمیخوام در موردش صحبت کنم ولی الان دارم در موردش صحبت میکنم و این توی این کار زرنگه یعنی کسایی مثل منو مجبور میکنه که در موردشون صحبت در مورد صحبت کنیم ولی خب مثلا ما داریم به خاطر حریفش صحبت میکنیم ما بیشتر حریف هایی که تو باش مبارزه کردن چون که من همیشه یو رو دوست داشتم و دنبال کردم و MMA رو دوست دارم مثلا تایرون وودلی و اینا رپ دارن به MMA و یو کسایی که من فایتاشون رو سالها دیدم و به خاطر همین در موردش صحبت میکنم الان هم حالا مایک تایسون کسی که واقعا یک استور است و اگر توی اوجش بود مطمئنم جیک پال توی اون توی اون دوره اینفلوئنسر و این حرفا نبود جیک پال به جیک پال تجاوز میکرد مایک تایسون یعنی اگر اونجا میدیدش میاد همچین حرفی بهش میزد بهش تجاوز میکرد یعنی حالا نمیگم به معنای واقعی کلمه ولی خب تیک پارش میکرد بابا شما مایک تایسون من وقتی بچه بودم یادمه آقا مایک تایسون وقتی که توی اوجش بود مصاحبه که انجام میداد گزارشگران میترسیدن باش صحبت کنن اصلا مایک تایسون وارد یه جمعی میشد خیلی میترسیدن یه چهره وحشتناکی داشت الکی نبود که بهش میگفتن the baddest man on the planet این واژه با مایک تایسون میاد خطرناکترین مرد دنیا الان آروم شده یه جوری ریش و پش میشه یکم ریخته میدونی یکم آرومتر شده الان که مثلا میبینه همش نشسته داره جوینت میکشه و نمیدونم غارچ میخوره و مشروم میخوره و این حرفا الان آروم شده اینجوریه قبلا اینجوری نبود مایک تایسون مایک تایسون دارم بهتون میگم مثلا وحشتناک بود مایک تایسون حتی تا زیر 50 سالگی هم یعنی هنوزم خطری بود هنوزم بود طرف های پنجاین ها یکم یواش یواش داشت آروم میشد تا قبل از اون خطری بود هنوز ما میرفتیم تو یوتیوب مینوشتیم حالا میگیم 48 سالگی اینا مینوشیم مایک تایسون کلمه بعدی بعد از مایک تایسون میومد نمیشه بود اتک مثلا فلانی مایک تایسون اتکس مثلا فلان رپورتر رپورتر مایک تایسون اتکس مثلا یکی از وحشتناک بود دیدین مثلا شما می‌بینید تایگر پشتش میاد اتک تو یوتیوب من یادم مثلا یاز 11 سال پیش مثلا ما حالا شب بیشتر حتی اسم مای تایسون می‌نوشی پشتش میاد اتک اصلا وحشتناک بود بعد یواش یواش آروم شد حالا این رفی مزرعه ماریجوانا درست کرد برای خودش اونجا میکاشت میفروخت میکشه پشتش هم اونجا تو همون رینجی هم که هستن تو همون مزرعی که هستن اونجا میشن پادکستن برای خودش راه انداخته همش میکشه دیگه الان به خاطر همینه که خیلی نگرانم میگم حالا مایک تایسون توی مایک تایسون با این سنش حالا سنش رو بذاری کنار به کنار این توی این همه مدت فقط داشته ماریجوانا میکشیده یا یا داشته ماشروم میخورده یا جوینت میکشیده اصلا همش داشته میکشیده همش داشته از این کارو انجام میداده و یه عکسی بود خدا من اینو آماده نکردم اه... که داره با اسا را میره متوجه این حالا خدا میدونه اون شب نشه بوده یا هر چی بوده ولی اینجوری یه اسا دستش بوده ولی خب بعضی وقتا این اسا واسه افهم ای هست اینجوری مثلا یکم اه... حالا تو آمریکا اینجوریه دیگه من خودم یکی بچا بود که مثلا اینجوری یه داشت دستش یعنی مثلا می‌خواست ادای این پیمپا رو در بیاره حالا به هر حال اون به کنار اون به کنار سن مایک تایسون به کنار اون چیزایی که میکشه و اینا به کنار ولی خب الان مثلا جدیدن شروع کرده با با رافائل رو تمرین کنه با رافائل رو قبلا هم تمرین میکرد قبل از فایتش با روی جونز جونیور چون که جایی که میدونید چهار سال پیش چقدر زمان سری میگذره وقتی که کرونا اینا کرونا جدیدن شروع شده بود یا سال 2021 بود یا سال 2020 البته خب اون یه فایت میشه گفت نمایشی بود اون فایت نمایشی بود الان اینجا پیداش نمیکنم لنتی ها اینجا نه چون فایت های نمایشی رو توی رکورد ثبت نمیکنن اون فایت حالا نمایشی بود برای واسه تو, تو رکورد جیک پال چیزی ثبت شده یا نه چون که ببینید جیک پال هم آها جیک پال دومین فایت آها به آره همون سال 2020 بود چون که می‌بینید دیگه اینجا پوستر رو می‌بینید جیک پال هم همون شب مبارزه کرد با یه بسکتبالیست به اسم نیت رابینسون ولی خب چیزی که میخواستم اینجا بگم سال 2020 مایک تایسون زنابا کنم قشنگ و رای جونز جونیور با توی مبارزه نمایشی با مبارزه کردن اون موقع مایک تایسون 54 سالش بود و اونجا شروع کرده بود با رافائل کوردرو که مربی بنیلداریوشم هست خودشم فایتر بوده یعنی آدم کوردورسیه رافائل پروفسور کوردرو اون شروع کرده با مایک تایسون تمرین کنه و اینا و اون موقع بهش میخورد مایک تایسون سری باشه و وقتی که با روی جونز جونیور مبارزه کرد بهش میخورد مایک تایسون یکم هوای روی جونز جونیور رو داشته باشه درست فایت نمایشی بود ولی خب قبل از فایت هزار تا قانون آورده بودن آقا اجازه ناکوت ندارین یه قانونای عجیب غریب اجازه ناکوت نیست درست هم یادم باشه شاید هر راندی دو دقیقه بود اگر درست یادم باشه الان دقیقا حضور ذهن ندارم ولی خب چیزی که الان توی این کامل نمیشه ولی حال نرمه بشم بخونم الان فهم خواستم سریع صحبت کنم در موردش ولی قانون های عجیب غریب داشت دیگه این فایته مثلا کنم اجازه ناکوت کردن نیست مگه میشه آخه توی بوکس یکی یه مشتی به یکی بزن خب ناکوت میشه ولی چیزی که میخوام بگم چهار سال پیش مارک توی اون فایت خوب دیده میشد یعنی چوبک بود و بهش میخورد یکم هوای روی جون جونیور رو داشته باشه حالا من نمیدونم راسته یا دروغه میگفتن مایک تایسون قبل از پایتشم حالا خودش گفته یه, چیزی چیز همچین چیزی شنیدم هم توی یه پادکستی که یه جوینت هم کشیده بود قبل از اینکه بیاد وارد رینگ بشه با روی جون جونیور مبارزه کنم فکرم اصلا نشه بوده امیدوارم که همچین کاری نکنه مقابل جیک امیدوارم واقعا با این بیخیال دیگه ولی خب من فکر میکنم مایک تایسون بعد از اون یکی فایت چون که اجازه نداشت حالا ناکوت کنه و همونجوری که گفتم هزار تا قانون عجیب و غریب بود و همون موقعی هم که اومد مثلا بگو فایت آخرش چه سالی بود خدا مایک تایسون مثلا آخرین فایتش که سال 2005 بود میخواست بعد از 15 سال برگرده و حالا با روی جونز جونیور مبارزه کنه لنتی این چیزا رو ببخشید میخوام این اکثر جلو باشه ولی بله خب چیزی که میخواستم بگم اینه مایک تایسون بعد از 15 سال دوری از رینگ بوکس برگشت و مقابل روی جانز جونیور مبارزه کرد و اونجا فکر میکنم احساس میکنم چون که هزار تا قانون آورده بودم برایش اجازه نداری ناکود کنی و اینا فکر میکنم اون شروع اشتیاقی که داشته واسه بازگشت اون از بدنش نرفته بیرون میشه گفت همچین اغدهاش رو خالی نکرده متوجه یعنی احساس میکنم دلش میخواد برگرده و با تمام نیرو مثلا مشت بزنه دیگه هیچ قانونی نباشه قانون رو مثلا بوکس باشه اجازه ناکوت کردن داشته باشه مقابل یکی باشه که یکم اینو به هیجان بیاره و بیاد اونجوری مثلا تا اون داغ دلش رو خالی کنه مثلا تو اون فایت قبلیش نتونست این داغ دلش رو خالی کنه مقابل یکی بود که یکم هم خوشش می اومد روی جونز جونیور شاید قبلا شاید خیلی خوشش نمیومد ولی اون زمانی که سال 2020 با هم مبارزه کردن بعدش نمی از روی جون جونیور و بعد از اون مثلا با هم مصاحبه میکردن و اینا خیلی هوای روی جان جونیور رو داشت یعنی نه دمر هم خیلی خوب مبارزه کردی عالی بودی فلان بودی خیلی احساساتی بود مایک تایسون حالا شاید هم نشه بود خیلی احساساتی شده بود یا دو تا هم بعدش خورد بود خدا میدونه ولی به حال چیزی که اونجا دیدم ولی احساس میکنم واسه این یکی فایت اه میخواد اینجوری دوغ دلش رو خالی کنه امیدوارم هم همینجوری باشه یعنی قشنگ بزنه نوکوت کنه این جیک بیاد بهش یه درسی یاد بده که واقعا خیلی باورش برام سخته ولی امیدوارم چون که این بچه کسی که 58 هشت سالشه آدم سابق نیست حتی کسی که چل سالش میشه آدم شاید سابق نباشه آدم یواشتر میشه اکسالعملش میاد پایین سرعتش میاد پایین نفسش میاد پایین متوجه این کردیوش کمتر شاید بشه همونجام که گفتم مایک تایسون اینجوری نبوده که توی این 60 سال همینجوری هر روز تمرین کنه توی این که گفتم خیلی اشغال کرده و من هر جور دارم با خودم فکر میکنم با خودم میگم اولش که اینو بزنین همینجا بگم اگر یکی از ضربات مایک تایسون به جیک پال بگیره به هر کسی بگیره مایک تایسون آقا میگن همه میگن یه قدرت آخرین چیزیه که از بدن میره ولی شاید همه الان قدرتش هم احتمال داره کمتر شده باشه ولی سرعت اولین چیزیه که میره حالا طبق هم... چیزی که تموم ورزشکارا میگن و میدونن سرعت اولین چیزیه که میره شما تو هر ورزشی که نگاه کنین هر کی سنش میره بالاتر سرعتش میاد پایین ولی خب اون فکر و تجربه و اینا رو داره ولی خب توی دنیای رزمی قدرت آخرین چیزیه که میره قشنگ منو داره یاد فیلم راکی بالبوا میندازه راکی بالبو که تو سن شاید هم واقعا فیلم راکی بالبو رو دیده اینجوری هوایی شده به هر حال روی جونز جونیور من یه مسابقه داشتم میدیدم میگفت آقا من برام فرقی نمیکنم مایک تایسون الان حتی توی سن 58 سالگی با کی مبارزه کنه این حرف روی جونز جونیوره روی جونز جونیورم یه لجنده میگفت اگه یکی از ضرباتش به جیک پال بخوره جیک پال تو درد سر میافته نگفت ناک گفت بد تو درد سر میافته و مایک تایسون قهرمان سابق بکس دنیا بوده یعنی میشه گفت تو تموم حریفایی که تا به حال با جک پال مبارزه کردی اسطوره باکس بوده بلده مبارزه کنه ولی این جک پال قبلا من دیدم تو پادکست ها بشینه میگه آره من میتونم مایک تایسون رو بزنم فکر کنم یه مدت اصلا داره به این داستان فکر میکنه و جک پال این دیگه دیگه 27 سالشه قدش بالنده ولی خب باید بگیم که من, من که نمیدونم هنوز فایتشون رو ندیدیم واقعا هم نمیدونم چی بگن امیدوارم دلم میگه مایک تایسون عقل من واقعا نمیدونم بگم که یعنی اگر سران بیشتر طول بکشه من فکر میکنم سرعت مایک تایسون خسته بشه البته تو فایتش با روی جونز جونیور چهار سال جوانتر بود خستگی توش نمیدیدم ولی دیگه حالا جیک پال جوانتره امیدوارم بزنه نوکوتش کنه مایک تایسون بزنه بعد ناکوتش کنه بزنید تمرین های مایک تایسون یه لحظه ببینیم ببینیم اگه این کار کنه دی آها بچا وای بچا من این گوشیامو ندارم که ببینم این چی میگه ولی خب اینجا مثلا میگه دی 1 روز اول ده. یه یه جور جوری همینجوری میگه ده. مثلا مثل مثل, رپرها یه،, یه شعری میگه مثلا میگه دی وان یادم نیست چی میگه ولی مثلا میگه دی تو I'm coming for you دی تری You still wanna fuck with me اینجوری میگه دی فور میگه, میگه You're gonna meet the, the god of war ما خدای جنگو میبینی همچنین حرفایی میزنم من الان اینجا چون که گوشی تو گوشم نیست متاسفانه نمیتونم ببینم چی میگه ولی خب میزنم که شما ببینید. Hey, با know, day getting ready for یه چیز بگم در مورد پروفسور کرده رو این یه لجنده دیگه با خیلی ها کار کرده با وندلی سیلوا و فابریسیو وردومو. کلوین گستلوم و همه و که گفتم مربی همیشگی بنیل داریوش و این میگفت آقا من اینقدر من اون وقتی که داشتم آماده سازی آماده سازی آماده سازی مایک تایسون و روی جون جونیور تمرین میکردم یعنی براش میت گرفته بودم دستم داغون شد و رفتم رفتم به شونامو عمل کردم اینجوری میگه حالا یعنی میگه اینقدر محکم میزنه مایک تایسون مایک تایسون بی خیالی دی تو می استیل وان تو می جک پالم هم رفت تو توییتر نوشت یس ای دو می بچه پرو ن... همین دیگه الان اکساش هم نگاه میکنه کارهایی که انجام میده و اینا اینجا نه... نمیدونم کجا بود نگاه کن. واقعا نمیدونم این جیک پاله یا نیستا <applause> نمیدونم واقعا این جیک پال یا نیست واقعا اینو نمیدونم سال 1999 به همون دو... همون که با هولی فیلد مبارزه کرد این تازه به دنیا اومده بود همون موقع نمیدونم مال جیک پال یا نه هر اون توییتش رو الان پیدا نمیکنم بذار اول اینو بگم بعدا بریم این چیزا میخواستم توییتر هم نگاه کنیم بعدم با بعد هم دیگه بعد از ولی خب حالا تمریناشو که دیدیم آقا آه گاد اوف وار برات نذاشتم تمرینای مایک تایسون که آدم نمیدونه هیکلشو که نمیدونه سرعتشو که نمیدونه آدم امیدوار میشه این یه 58 ساله نورمال نیست

او این قیافه مایتاسون یکم خطری بود خودش اینجا اینجا یکم ای آدم باید امیدوارم واقعا بزنه جیک پال رو کنه ببین چیزی که نمیفهمم اینه اصلا جیک پال توی این فایت ببینید. میدونم پول زیادی میبره و اینا پول خیلی زیادی میبره بیزنسمن خیلی خوبیه مغزش کار میکنه یعنی تو سن 27 سالگی حالا اینجوری که اینجا من اینجا میبینم میگن نزدیک سی میلیون جیک پال به دست میاره 20 میلیون مای تایسون این این چیزا رو من هنوز باور نمیکنم این 20 میلیون و هنری سهودو گفت تو پادکستش با کامارو عثمان داشتن صحبت میکردن میگفتن اون مدلمون نمیخواست همچین اتفاقی بیاد ولی خب حداقل یه 20 میلیون گیرش میاد اینو هنری سهودو میگه. به خاطر همینه اینجا نوشته ولی خب جی پال بیزنسمن خوبیه ولی اگه بخوایم از لحاظ محبوبیت و اینا حساب کنیم هیچ چیزی توی این فایت نمیوره همونجور که گفتم در حال حاضرم یکی از منفورترین چهره های دنیای رزمیه. همه دوست دارن ناکوت شدن و بختشو ببینن. خب حالا تو اگر بیای مایک رو بزنی، مایک تایسونی که یک اسطوره است و بین طرفدارا اینقدر محبوبه، اینقدر دوستش دارن. گیرم که تو میای مایک رو ناکوت میکنی خب اون موقع مردم بیشتر بدشون میاد از تو منفورتر میشی چیزی نمیبری این وسط همه میگن اقا تو اومدی یه پیرمرد شهست ساله رو زدی همه میان اینجوری میگن دیگه میگن تو اومدی یکی رو زدی که پنج و هشت سالش بود اصلا از اوجش هم فاصله گرفت و بعد اصلا هزار تا حرف هم میزنن لعنت برین که اومد این مایک تایسون رو اینجوری کرد بعدش حتی اگر بیای ببریش چی اگر هم بیای مایک تایسون رو ببخشید حتی اگر بیای مقابل مایک تایسون ببازی بازم همه میگن آقا خاک بر سرش گرفت به یه پیرمرد 60 هشت... ساله باخت اینجوری شبیان بیان بگن در هر دو صورت خیلی همه بدشون میاد از این کاره ولی خب ببینید چیزی که همونجا که گفتم پول خوبی به دست میاره و یه... یه کاری که اینجا جیک پال انجام داد با مایک تایسون اینه که این فایت قرار قراره توی نتفلیکس برگزار بشن نمیدونم تو ایران نتفلیکس ببینید من اینجا رفتم توی کامش مشخص نباشه رفتم تو سایت نتفلیکس و اونجا رفتم سرچ کردم که چه کشورهای نتفلیکس رو ندارن countries where Netflix is available. آها اینجا نوشه Netflix isn't available in. این. خواستم اینم تو ایران اینجا نوشه یا نه ولی ایران رو ننوشته. <تصفح> عجیبه. ایران تو همه چی تحریم بغیر از تو نتفلیکس اینجا من فکر نمی کنم تو ایران نتفلیکس باشه. من همچین چیزی نشنیدم خودش. ولی تو چین اه... اینجا کریمیا کجاست؟ اصلا من کجاست؟ کره شمالی روسیه و سوریه اینجا نتفلیکس ندارم من فکر نمی‌کنم توی ایران هم نتفلیکس باشه حالا اگر باشه نمیدونم ولی خب نتفلیکس چیزی که میخواستم اینجا براتون بگم اینه بچا نتفلیکس بزرگترین استریمینگ سرویسیه که توی دنیاس در حال حاضر حالا چیزی که من من میزنم و چون که من الان توی سوئد میبینم همه نتفلیکس دارن تو آمریکا همه نتفلیکس دارن نتفلیکس ببین یه یه پلتفرمیه یه،, یه سایتیه که شما اونجا عضو میشین حق عضویت میدین دیگه مثلا مایی حالا یه مبلغی میدین ولی بعد تموم اعضای خانواده میتونن یه اکانت اونجا درست کنن پول اضافه هم نمیدین یعنی یه پولی که مثلا واسه یه نفر میدی میتونه ده نفر دیگه میتونن اونجا توش لاگین کنه مثلا ما خودمون نزدیک 5 6 نفر هستیم حداقل و همونجوری که گفتم هر کسی اونجا یه اکانت داره و اونجا وارد میشه و مثل یوتیوب و اینا نیست اونجا هر فیلمی که بخواین البته تمام فیلم های دنیا اونجا نیستن ولی خیلی فیلم دارن پر فیلم و سریال و فیلم مستند و داکومنتری و هزار تا چیز هست تنها چیزی که اینا ندارن فوتبال و چی میگن پخش رویدادهای بزرگ ورزشیه الان فایت جیک پال و مایک تایسون واسه اولین بار توی تاریخ نتفلیکس قرار قرار اینا بیان توی این بیزنس و قرار واسه اولین بار در تاریخ نتفلیکس یه فایتیو لایف پخش کنن و فایت مایک تایسون و جیک پال اولین فایت دیگه یعنی میگم شما فکر بکنید در تاریخ اولین فایت و چیزی که گفتم این بود که ببینید من چرا رفتم این کشورها رو بهتون نشون دادم که تو این کشورها نمیتونن و اینا دلیلش این بود که به غیر از این کشورهایی که اینجا شما میبینین همه کشورهای دنیا نتفلیکس دارن و پول اضافه ای نمیخواد بدن حالا چیزی که اینجا ما تا به حال دیدین پیپر ویو نیدن بگن آقا پیپر ویو بخری هر کی نتفلیکس داره میتونه این فایتو ببینه فرقی نمیکنه چند سالشه چون بچه ها هم اکاونت نتفلیکس دارن همه جای دنیا هر کسی بتونه بره توی نتفلیکس میتونه اینو ببینه و میلیون ها نفر میتونن این فایتو ببینن همه اونایی که نتفلیکس دارن همونجوری که گفتم هر خونه ای هر خانواده ای 5 6 نفر داخل این چیزن داخل این نتفلیکس هم همه اکاونت دارن و به خاطر همین شاید این فایت تبدیل بشه به پر بازدید ترین بازدید میگن پر ترین پر ترین فایت تاریخ تا اینجوری به تو میگم یعنی توی تاریخ این همه آدم فکر نمی کنم. این فایتو شاید اه, ببینیم چی میشه یه چیزی که من حد میزنم چون که همه دارن همه یه دنیا دارن دیگه فرقی نمی چون که مثلا شما فکر کنید مثلا فایتای بلاتور رو آدم هر جایی نمیتونه ببینه من خودم تو سوئد چند سال طول کشید تا فایتای بلاتور توی سوئد پخش شد فقط اینا بستگی داره با کجا قرارداد دارن مثلا یو با ای اس پی قرارداد داره متوجهین با کانالای خاص قرارداد دارن امکان داره شما تو کشوری که باشین قرارداد نداشته باشه مثلا با یو اف سی یا بلاتور یا با یه جای دیگه بعد اونجا مثلا پخش نکنه آدم از یه طریق دیگه بتونه ببینه ولی نتفلیکس با همه تقریبا تمام کشورهای دنیا قرارداد داره و همه هم همین الان عضو هستن و قیمتش هم نسبتا پایینه و یه جوریه که همه میتونن پولشو بدن یعنی غگرون نیست و ببینن به خاطر همین این میتونه این فایده خیلی بازدید داشته باشه همه و همه ببیننشو اینا به حال این از این این فکر بیزنیسی جیک پال رو میگم و. ولی خب چیزی که هست اینه که واقعا واسه جلب توجه و اینا همه کار میکنه از این شرم و تو این بشر نیست کسایی که واقعا واسه فالوور رو سابسکرایبر و اینو هر کاری میکنن هر دلقک بازی را میندازن هر کاری میکنن واقعا من تو دل من نمیرن واقعا حالا همیشه همینجوری نبود خب من آدمایی هست که خیلی از جک پال جلفتر یعنی جکپال آدم نمیتونه خیلی دیگه زیادی بهش گیر بدم و اینا دیگه نمیخوام اونجوری گیر بدم فقط این داستان این که میره ادعای فایتر بودن داره و با فایترهای همسن و سال خودش مبارزه میکنه اینش رفته رو مخم میدونین وگرنه حالا کاری ندارم آدمایی دیدم که خیلی جلف مثلا تو خود ما ایرانی ها تو ایرانی ها مثلا من تو اینستاگرام و اینا میبینم کسایی که مثلا میلیونی فالوور دارن حالا من نمیگم همشون کارشون درست نیست یا چیز ولی خیلی اصلا فقط جلف بازی و دلقک بازی و با این دختر عکس بگیر و همش عرق و فلان و یه یه جوری احساس میکنم فقط با این چیزا سعی میکنن واسه فالوور و سابسکرایبر و اینا همینجوری فوش مادر و فلان و اینا این چیزا خوشم نمیاد من ولی خب جیک پول مغزش کار میکنه دیگه برای خب مثلا شما تمام این حریفایی که اینجا اسم بردم و نگاه کنین میبینین دیگه اندرسون سیلوا اون زمانی که باش مبارزه کرد 46 هفت سالش بود شاید 7 47 به تنها کسی که یکم شاید بکسور بود تامی فیوری باخت اونم تازه با یوتیوبر و اینا فقط با یوتیوبر و اینا مبارزه میکنه نه دیاز و با دسیشن با چیزی که فکر میکردیم اندری آگوستو نمیدونم بلند کی اینا این آخه بابا بیخیال این از این یه همه چیز رو گفتم آم. فقط این ریاکشن هم نگاه کنیم آقا جیک پول آقا من میگم فایتش رو امیدوارم مایک تایسون بزنه بد ناکوتش میگه دیگه حالا حالا بر نگرده بر بر داشت بر بر کنار اصلا دیوونه کردی ببینیم چی میشه حالا این آمده گفته که پروموشن،, پروموشن 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 این ریاکشن خودشه میگه اصلا این فایت احتیاجی به پروموت کردن نداره معلومه دیگه مایک تایسون دیگه خیام کنه بخاطر تو اومدن خب بخاطر مایک تایسون اومدن با او صورته. تو یه ما قبل از اون داشتیم مبارزه میکرد رفته تو پورتوریکو خدا میدونه مردم مفتی اومده بودن داخل از فایت های عربستان سعودی هم خالی تر بود وقتی رفت پی رفته بود اونجا به هر حال یه جوری داره آخه ادای چیزها رو در میاره که یک یکی از بزرگترین ستاره های دنیای رزمیه همچین چیزی تو ذهن خودشه در حالی که توی دنیای رزمی فقط به خاطر حریفایی بوده که طالبات مبارز کردن به خاطر اون فقط اسنا نوشتن نه اینکه تو کار درسته فقط به خاطر حریفات بوده باشه گفت که the biggest fight of the 21st century بیخیال بابا توی این قرن اخیر نمیدونم بزرگترین با بیخیال بزرگترین فایت این به این فریک شو اصلا من نخواست مایک تایسون بگه ولی خب دیگه حالا به خاطر مایک تایسون میبینیم امیدواریم که ببره یا بد نبازه ببین یه چیز دیگه که من فکر میکنم شاید مایک تایسون ببره اینه که این فایت تو رکورد حرفه ایشون ثبت میشه یعنی نمایشی نیست حالا درسته همه اینا نمایشه واسه مردم ولی روی کاغذ نمایشی نیست این فایت میره تو رکورد مایک تایسون اگر اینجا ببازه به این لجندایی که اینجا باخته لناکس لوئیز و اواندر هولی فیلد و اینا اسم اگه مثلا ببازه اینجا می لاس مقابل کی؟ مقابل جیک پال به خاطر همین من فکر نمی کنیم یعنی مایک تایسون عمرن دلش نمی دونم خودش مایک تایسون خیلی برام سخته ببینم دلش بخواد بیاد کی دلش میخواد به ولی خب چون که تو رکورد ایش قرار ثبت بشه من فکر میکنم میخواد بیاد و صد درصد ببره حالا برها ببینیم و تعریف کنیم این میگه نمیدونم تو NFL استادیوم تو تگزاس و اینا فلان آره میگه تو بزرگترین ستریمینگ پلتفرم دنیا که نتفلیکسه دست MVP وی باشه حالا که میخواد بچه آمده آریال هوانی اومده یه ریاکشن نشون داده فایتو مثلا اعلام کرده و اینا آریال هوانی هم یک آدم هفقتیه از داره عشق میکنه میگه کسایی که اومدن این فایتو از این فایت انتقاد کردن قبلا میگفتم باید با یه بکسر واقعی مبارزه کنه پس چرا الان همه دارن اینجوری میگن آخو چون که مایک تایسون پنج و هیچ سالشه آریال هوانی که خوشحاله که الان چون که با جیک پال اینجوری جونیه جیک پال وقتی که فای این فایت شروع شد این آریل هوانی میبرن اونجا تو پرس کنفرانس و اینا مثلا بین اینا با آدم قحتی آریل دماری بون دماغش قرار بیاد اونجا وایس فقط می رو مخ همه خب مایک تایسون وی کانترکت میگه ما, می ما قرارداد و امضا کردیم نتفلیکس ماست بریو اوکی خب بذاریم حالا مت این فایتر سباک باز این یو اف سی میگه چه بدت بیاد چه خوشت بیاد جک پال بلد بیزنس و بلد دیگه یه بیزنسمن همون چیزی که گفتم همونجوریه میگه بکس رو عوض کرد بخیالو. با بی خیال میشه گفت خودشو داشتش این بوکسور سبک کو اووردن که مثلا یوتیوبرها با یوتیوبرها مبارزه کنن یا این خودش مثلا یه روشی پیدا کرده واسه اینکه خودش رو یکم معروف کنه توی دنیای رزمی متاسفانه اینجوری بوده و همینجوری حرف بزنه پشت سر همه پشت دانا وایت فلان اینجوری اونجوری و یه چیز جالب این که اینقدر همیشه می... یه جوری خودش رو داشته نشون میده که من پشت فایترام یو اف سی داره به فایتراش کم پول میده داره ظلم میکنه به فایتراش اینجوریه و همیشه یه جورایی سعی میکرده که مثلا نشون بده که من ناجی فایترام ولی از طرف دیگه حاضر بره با یه مایک تایسون 58 ساله مبارزه کنه این چیزاش از یه اذیت میکنه آدما ها. آدمای رو بکنم ما مایک بان خبرنگار MMA جانکیه میگه میگه مایک تایسون واز دی کیوت شد وقتی که اوندر هولیفیلد گوش اوندر هولیفیلد رو گاز گرفت میگه چلوح... توی 48 هشتمین فایت حرفه ایش وقتی که داشت با اوندر هولیفیلد توی سال 1990 مبارزه میکرد دیسکوالیفای شد گوشش رو گاز گرفت دیسکوالیفای شد و همون لحظه بود که جیک پال هم به دنیا اومد یعنی اون موقع 1997 یعنی یعنی میگه عجیبه دیگه این دیگه کی او بر برو برو بر بر مثلا آدم هم نمیرسن الان جوبان میگه چه زمان چه دوره ما داریم زندگی میکنیم نگاه کنی همون چیزی که گفتن میگه داره میگه من اینجا میگه میخوام میخوام بکس و گریت کنم و داره میگه مثلا فایترها فایترها یو اف کم پول میگیرن و من میخوام بوکسو چون که الان بوکس خیلی در بود داغونه حالا ما در مورد ام صحبت کردم ولی این بوکس هم میگه دیگه ادعاش میشه این جیک پال ولی خب الان داره از یه فایتر مستنتر سو استفاده میکنه که پول به دست بیاره و خودش رو معروف تر کنه اینجوری میگه there is no respect anymore for, for lines not to be crossed میگه دیگه کسی احترام و این چیزا حالیش نیست واقعا تو این دیدیم مثلا ما ایرانی هم خیلی مثلا به آدمایی که مسنترن احترام میذاریم این اصلا هیچ چجوری میتونی آقا تو تا... نمیدونم والا بیلی کوانت کونت... 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 این کوارانتیلو فایتر یو اف سی چه دوران عجیبی داریم توی زندگی ما آره کوین موتان کوین لی موتان فینام میگه تایسون 57 سالشه FPE هم میاد آخه بیسپینگ ماگر بیسپینگ خیلی رفت رو مخشین میگه تو باید خجالت بگی You should be ashamed of yourself میگه و خنده ترین خنده چیز اینه که واقعا خودت هم نمیفهمی چقدر این داستان مسخر است خودت هم این چیزها رو نمیبینی خیال میکنی واقعا یه فایتر واقعی هستی یا اینا و عدای فایتر واقعی در میاری دیلان میگه تو داری با کسی این میگی میکنی که 1996 به دنیا اومد یکم حیا داشته باش بی شرم و حیا خجالت بکش چه عجب این دیلان هم یه حرف درست زد ترو این یه یوتیوبره مایک تایسان هیچی نگفته که سای تو صورت گرسای مثل خودش اصلا نمیخوام بذار بخونیم چی نمیشه پنجاه سال پنجاه سال نو وان وان دیس آره ما تو رو میخواستی دیگ به دیگ بر میگه رود سیاه، میگه رو هر دومون سیاه اینه که اصلا دروش سیا سیا است خفه شو که اصایی فقط با جلفوازی معروف شده رناتو مویکانو if he dies then he dies <applause> اگه بمیره مثلا نمیدونم دیگه حالا برحال این از این آقا آقا زیاد در مورد این داستان صحبت کردم خیلی زیاد صحبت کردم بزنین بزنین اون چیزام کارهایی که جیک پال انجام میدم نگاه کنی مثلا رفته توی مثلا یه ویدیو میده بیرون مثلا یکم خودش رو شکل مایک تایسون میکنه مثلا اینجاشو خالکوبی کرده فلان و اینا الان هم مثلا هم تو توییتر بهتر بود مثلا این عکس مایک تایسون ببین اون زمانی که مایک تایسون با این ببرش ایستاده بود توی خونهش اون این اون زمانی بود که من میگفتم یعنی مایک تایسون وارد میشد همه میترسیدن ازش یه آدم وحشی بزرگترین ستاره رزمی دنیا بود مایک تایسون اون ببر و اینا داشت تو خونش داشت بزرگی ادی اون هنرپیشه ادی مورفی هست میگفت آقا یه جشنی بود خونه ما خونه مایک ما رفته بودیم آقا ما در ماشین رو واکن که خواستیم بیان پایین دیدیم مایک تایسون اونجا ایستاده با ببر نام یا یه شیر فکر کنم شیر هم داشت میگه با ببرش ایستاده بود با زنجیر یه کار سگ تو دستش بود میگه پیام بالا گفت داش تو خدا اینو جمع کن برو ما نمیایم بالا گفت ما با میترسیدین مثلا وحشتناک بود الان مثلا نگاه کن این چیه مثلا مایک تایسون رو در میاره بعدش هم چی این خدا میدونه چه دوپینگایی کرده چه دوپینگایی نکرد امیدوارم مایک تا خرخره دوپینگ کنه یعنی اینقدر بهش تستوسترون بزنن که مثل حداقل مثل یه آدم پنج ساله باشه بعد اینم حالا ببینین به قول کوبی کامیتون میگفت اینو دوشش توی آزمایشگاه اینا رو درست کردن یعنی هر چیزی که شما بگین شاید به اینا زده باشن بعد با الان مثلا رفته با یه از این مجسمه های خشک شده دیدین یه ببر اونجوری گرفته دستش و چیه مثلا این چیه اولا که این ببر حداقل توی یه ببر می توی یه باغه با اینا که مربی دارن و اینا که حمله نمیکنن نمیدونم واقعا تو کله این جیک پاچه چه میگذره با این کارهایی که میکنه چیه Who did it better؟ کی, کی قشنگتر این کار انجام داد؟ تو <تصفح> تو. <تصفح> تو واقعا تو بهتر بودی قیاف های عجیب غریبه هست این دوران از جدید اصلا نمیدونم این کیه مثلا برحال اه... اصلا چند تا از اون اکس رو نشون بدم ببینم که میشه خب پروموشه ما اصلا سنش هفته بالا دیگه آقا تو اینستاگرام دیگه چیز بیشتری نره تو مایک تایسون تو توی اینستاگرام چیزای بیشتری گذاشته بود. به هر حال این چیزهایی بود که اینجا میخواستم بگم در مورد فایت مایک تایسون و جیک پول. از من اینا بیارم پایین یه مقدار و بریم ایلیا توپوریم هم که همونجوری که دیدین یکی بچه در مورد ایلیا توپوریا پرسیده بود بزنیم کنم سوالا رو بریم آقا بریم به سوالا جواب بدیم ببخشید بچه الان اینجا شب دیر بازم اینم اینجا در مورد ایلیا توپوریا یکی بچه ها گفته مرز اگه ایلیا حریف بعدیش کیه همینجا که دارم این اکسر نشون میدم در موردش صحبت کنیم ایلیا توپوریا الان رنکینگ یو اف سی و اینجا کنارم ندارم ولی خب کسایی که هستن با شان اومالی که مبارزه نمیکنه چون که شان اومالی به احتمال خیلی زیاد میره با مراد دوالیش مبارزه میکنه و بعد ببینیم ببین یه ماه دیگه مکس هالووی مبارزه داره با جاستین گیچی ببینیم اون چی میشه چون که اگر مثلا یوی مکس اون اونو بزنه مطمئنم که در مورد مکس هم صحبت میشه به عنوان حریف بعدی ایلیا توپوریا ولی یکی که در حال حاضر آماده مبارزه کردنه مفسار اولوهوه اگر مفسار اولوو نشه و مکس هالوی هم به گیچی ببازه یا اصلا دیگه نخواد برگرده فدروی بخواد تو لایت ویت بمونه اون موقع شاید ریمچ ریمچ کنه با ولکانوفسکی بعد به ولکانوفسکی ریمچ بدن یعنی اگر اولوو نشه مکس هم ببازه یا نخواد برگرده تو دسته لایت uh, ویت اون موقع اون موقع دیگه میشه uh, ولکانوفسکی آخه ببخشید یکی الان زنگ زد نه چجوری چرا الان زنگ زد نمیدونم حالا به این از این از این سوال دوستمون آقا بزن آقا من یه اس بدم یه سرویسمون کردم بابا اوه خب بریم سوال بعدی یک بچه گفتم بعض بز... مزدک چون جسارتن جسارته ولی من چندین سال رزمی کار میکنم هم بوکس و هم تکواندو خواهش میکنم آقا میشه خواهشن یک روز در مورد شفکت رحمانوف حرف بزنی و اینکه چرا تو سی و یک سالگی هنوز تایتل بهش نمیدن چون ادواردز رو له میکنه و اینکه واقعا خوبه و اینکه در مورد اینکه یو سی چرا بعضی وقتا اینقدر فرق میذاره توضیح بدی ممنون میشم آقای مجید دمش 527 دمت گرم آقا مجید مرسی از این سوالتون اولا که به سن که ربطی نداره که بیان به بی یکی تایتل شات بدن یا نه شاید منظورتون اینه که یه مدت گذشته الان سنش داره یواش یواش میره بالا یه صفیه که باید رعایت بشه و یه چیزی که من همیشه میگم بستگی به تایمینگ اون لحظه داره و شرایطی که اون لحظه داریم شرایط اون لحظه خیلی مهمه الکس پریرو میاد توی یو اف سی تو دو تا کلاس وزنی قهرمان شده چون که تو اون شرایطی که وارد شد و شانس تریکلند از سوم شد بقیه به آدرسانیا باخته بودن یه حریف جدیدی میخواستن واسه آدرسانیا و یه داستانی هم قبلا داشتن قبل از اینکه وارد یو اف سی بشن تو کیک بوکسینگ قبلا با هم مبارزه کرده یا مثلا مایکی... مایکل چنلر بعد از یک فایت اومد سر کمروند مبارزه کرد چرا چون که شرایط اون لحظه جوری بود که گزینه دیگه ای نبود بهترین گزینه ها مایکل چندلر بودن و چارلز اولیویرا چندلر موقع یه فایت بیشتر انجام نداده بود یا یری پراسکیا اومد توی یو اف سی بعد از دو فایت تایت شات گرفت یا ولکان زمیر بعد از سه فایت شرایط اون لحظه یه جوریه باید باشه که همه چیز دست, دست دست به دست هم بده که بیان حالا با هم مبارزه کنن تونی فرگوسان حالا دیدین دوازده دوازده سیزده تا فایت پشت سرم آخر نتونست سر یه تایتل شات دور البته اون بعد شانسی هم مستون می آورد می میشد و اینا ولی الان تو درسی ولترویت که شما گفتین در مورد رحمانو داریم صحبت میکنیم رحمانوف ببینین تنها گزینه نیست توی کلاس وزنی ولتر وید اینجا الان من دیگه نگاه کنیم مثلا شما گفتین ولترویت وید رحمانو سومه رحمانوف که از اون کانتندر در حال حاضر لیون ادوارز حریف نداره که قهرمانه حریف بعدیش باید بلال محمد بشه الان منتظر اینیم که ببینیم این فایت به احتمال زیاد تو انگلیس قرار برگزار کنم بلال محمد و لیون ادوارز احتمالش خیلی زیاده و چون بلال محمد نه تا یا ده تا برد پشت سر داره الان درست به حضور ذهن ندارم ولی نوبتی هم که باشه نوبت بلال محمد برد زیاد داشته حقشه بعضی وقتا واقعا نگاه میکنم ببینم آیا حق کسیه اگه بلال محمد دا بود آره اون موقع مثلا باید میدادم به رحمانا ولی خب مثلا ببینین توی همین UFC 300 می‌خواستن میخواستن لیونت باردزو با چیمایب یا اسلام مخاچب هم ست کنن چرا؟ چون که رحمانوف یه مصدومیت داشت این از این بعد از فایت آخرش مقابل تامسون فیلم مچ پاش آسیب دیده بود این از اون و یه چند ما طول تو تا خوب بشه بعد این فایترهای مسلمان که بودم ما رمزون نمیخوایم ولی چرا اونجا بلال محمد رو چون که مین ایونت میخواستن واسه یه UFC سی زد و نمیتونم بلال محمد و ادوارز بزنم مین ایونت اصلا کسی اون موقع مف... کارتا نمیخره همین الان فایت الکس پریرو و جمال هیل خیلی ها دارم آقا چه مین ایونتی حالا شما میگید بلال محمد مین ایونت اصلا کسی از بلال محمد و لیون ادوارز هم به زور مردم خوششون میاد نه شخصیت های خیلی جذابی دارن نه فایت های خیلی جذابی دارن یعنی چی میخواد یعنی مردم و کوبی اینقدر حرف میزنه فقط حرف میزنه هیچ کار دیگه هم نمیکنه حداقل میاد فایتر رو یکم پر میکنه خیلی بهش فوش میدن دلشون میخواد کتک خوردنشو ببینن حالا درست فایتا جذاب نیستن ولی خب سعی میکنه پرس کنفرانس ها رو جذاب کنه یکم یه جذابیتی شب بیاره بلال محمد و ادوار اصلا حرفشو نزن به هیچ وجه جذاب خیلی وقتا نیستن و شفکت الان باید تو صف وایسه اول بلال محمد باید با ادوارز مبارزه کنه بعد هر کی که برد میاد اه... با شفکت مبارزه میکنه البته شفکت هم اگر فایت بعدیشو ببره امکان داره یه فایت دیگه هم شفکت انجام بده بعد توی یو اف سی 300 همون که گفتم شفکت اصلا مستون بود بعدش هم اونها یه فایتیو میخواستن که پرفروش بشه به جای بلال محمد میخواستن مثلا حمزه تو بیارن حمزه تو اون موقع جذاب میشد اون موقع پرفروش میشد به خاطر همین حمزه تو میخواستن بیارن یا اسلام مخاچه میخواستن بیارن چون اونم نسبتا جذاب میشد دو تا قهرمان بودن ولی مثلا بلال محمد میزاشن یا چیزی اصلا جذاب نمیشد ولی دلیلش اینه که تایمینگش الان درست نیست و شرایط تنوز شفکت یه فایت دیگه میخواد یه فایت دیگه ببره و به اعتمال زیاد موقع بعد از اون میان بهش تایتر شد میدن این از این سوال شما خب یکی از بچه ها همه شما از عزیز در مورد تمام موضوع که گفتم در مورد چه موضوعی صحبت کنم من که شهروند افغانستان هستم و یک دانشجو در اوقات فراغت و وقتی که درس ندارم حرفای خودت را گوش میدم میکنم و برایم لذت بخش است برای من هم لذت بخش است که شما <تصفح> خوشتون میاد قربان شما مرسی آقای فرایدون احمدی خب نام خدا آره این دوستمون آقای پدرو بود که گفته بود راجب حریف بعدی توپوریا هم بگو احتمالاً کدوم فاید بیشتر ریمش با الکس یا فاید با شانومالی یا مکس جواب تو دادم آقای پدرو دیگه فکر کنم بیخیال شم یکی از بچه آقای امیر 21 60 64 من جان لطفا با علی اکبری مصاحبه کن ببین بچه ها من خیلی کسایی که میگن باشون مصاحبه کن من باشون تماس میگیرم ولی خب اه... علی اکبری هم حقیقت اون قشن قبل از فایتش با همین بولار یه مصاحبه یه چیزی حالا من از جان در دماره صحبت کنم ولی در کار بود ولی چیزایی هست که یعنی داشتم سعی میکردم حالا یه مصاحبه بگیرم و اینا ولی خب ببینید بچه اه... کسایی حالا مثل امیر علی اکبری و اینا اه... شاید شاید حالا حالا زیاد نمیخوام در مورد این چیزا صحبت کنم ولی خب همیشه هم با من خوب بودن حالا شاید ان در آینده یه مسابقه تونستیم یه جوری جور کنیم ولی خب اینجوری بگم که شاید شاید با هر جایی نتونن مسابقه کنن اینجوری بگم ولی خب کانال ما یه کانال مردمی به هیچ جایی هم وصل نیستیم یعنی فقط فقط کانال ماست دیگه آقا ما فقط در مورد ام ام ای صحبت می‌کنیم و خیلی هم بیطرفانه حالا ایشالله در آینده اگر شد اگر هم نشد که نشد اون هم حالا سرشون شلوغ متوجهین و هر چیزی سر موقعش ما هم رو میکنیم به خیلی هم حالا پیام میدیم بعضی شاید بعضی نمیخوان مثلا حالا اونایی که تو خارجن مثلا حالا میگیم بنیلاریوش و اینا اونا که کلا معروفن و مثلا چند تا کانال دارن اینقدر کانال هست که باهاشون مصاحبه کنه شاید حالا ترجیح بدن نخوام با ما مصاحبه کنن ولی خب همونجوری که گفتم علی اکبر اینا همیشه قشنگ با ما خیلی با احترام و قشنگ صحبت کردن حالا شاید در آینده ببینید چی میشه ولی خب این دفعه نشد متاسفانه بعدش هم در مورد مصاحبه دیگه من خیلی زیاد روی اون فوکوس نمیخوام بذارم تمرکز زیادی نمیخوام بذارم اگر کسی خواست میتونه با ما تماس بگیره حالا یه چیزی ردیف کنیم خب بریم حریف ب... بریم در مورد سوال بعدی آقای مهدی اردلانی مزدک جان درباره جان جونز هم بگو لطفا جان جونز منتظر استیپ میوتیچه ما یه فیسافی انجام دادن همون توی آرنولد کلاسیک که یه چوپان رفته بودن جان جونز و تام اسپینال اونجا بودن و یه فیس ها با هم انجام دادن اینجا بزرم. بزرم. من اینجا بزنم اسپینال دیدم دارم الان اینجا دارم به اسپینال رای میدم نمیاد لعنتی همه اینجا مثلا نزدیک هشتاد نو... 85 90 درصد گفته بودن جان جونز میزنه اسپینال رو شما نمیدونم دیگه شما تو چه دوره‌ای دارین زندگی میکنین که میگین جون جونز هیولاس اونجوری نیست جان جانز دیگه تو اوجش نیست بلکه هم تو هیوی ویته تام اسمینال به نظر من میزنه جان جانز اصلا شکی توش ندارم واقعا ولی خب نمیاد یه دلیلی داره جان جانز نمیخواد با اسمینال مبارزه کنه دیگه اینو اگه, میتونست می بزنش باش مبارزه میکن ولی خب میفهمم چرا مبارزه نمی کنه جان جانز فقط میخواد بیاد یه فایت آخرش رو انجام بده و خدا دیگه نمیخواد بیاد مقابل آدمای گشنه مبارزه کنه نمیگم باید بیاد مبارزه کنه ولی خب اونایی که مثلا یه جورایی تو ذهنشون هیولا ساختن از جان جان اینجوری ای نیست اینجوری ای نیست بابا خواب و خیال بلند شین جان جونز بابا بی خیال سالها در دسته 93 کیلو مبارزه میکرد فقط 4 سال 3 4 سال تو کشید تا رفت ہیوی وی با برنامه هزار تا جی الان بیاد مقابل یه فایتر تاپ از تامس مینال مثلا مینال میزنش این چیزایی بود که میخواستم تو این ویدیو بگم بچه دمتون گم که تا اینجا نگاه کردین یادتون حتما لایک و سابسکرایب کنید دمتون گم تا ویدیو بعدی میبینمتون. اتون